سلام، نیروهای خارجی در انتظار سال 2014، اما روسیه همچنان نگران خروج زودهنگام ناتو. سفیر روسیه در کابل نگران خروج زودهنگام نیروهای خارجی از افغانستان است و میگوید هنوز ماموریت این نیروها تمام نشده است و همچنان نگران حضور درازمدت نیروهای آمریکایی و پایگاه آنان در افغانستان است. از سوی دیگر این مقام روسی باور ندارد که نیروهای امنیتی افغان توان گرفتن مسئولیت‌های امنیتی را داشته باشند. در برنامه امشب کنکاش به این موضوع می‌پردازیم، اما در نخست توجه کنید به گفتگوی همکارم با سفیر روسیه در کابل. آقای سفیر اویتیسیان، خیلی خرسند هستم که شما را در برنامه با خود دارم. قابل تشکر نیست. میخواهم پرسش نخست را با موضوعی مهمی که ما در افغانستان با آن روبرو هستیم آغاز کنم. تحولات سال 2014. ناتو و نیروهای ایالات متحده آمریکا تا دو سال دیگر به ماموریت فعلیشان پایان می‌دهند. آیا این به باور شما یک خروج غیر مسئولانه است یا یک انتقال مسئولانه؟ شما این را چگونه می‌بینید؟ فکر می‌کنم نیروهای خارجی که در بخش ماموریت ISAF در اینجا حضور دارند یک روز باید این کشور را ترک کنند. اما اگر واضح بگویم، فکر می‌کنم سال خروج در سال 2014 پیش از وقت است، زیرا ما زمانی که ISAF 11 سال پیش در افغانستان آمد، ماموریت و دستورالعمل واضح از جانب شورای امنیت سازمان ملل را با خود داشت و تا اکنون هم در چوکات این دستورالعمل فعالیت می‌کنند و به باور من این ماموریت به گونه کامل عملی نشده است و کارهای ناتمام در افغانستان مانده است که در کنار ماموریت اصلی مبارزه با تروریسم، آموزش نیروهای امنیتی افغانستان نیز بخش این کار ناتکمیل است و به باور من به پایان رساندن این ماموریت دست کم برای فرصت بیشتر از سال 2014 نیاز است. خطرهای این خروج پیش از وقت که شما به آن اشاره کردید چی ها می توانند باشد؟ اگر خروج پیش از وقت صورت می گیرد و کار ناتمام رها می شود، پس امکان بدتر شدن وضعیت وجود دارد. نکته بسیار مهم در این ماموریت بجا گذاشتن ارتش و پلیس آموزش دیده و توانمند افغانستان است که امنیت این کشور را تأمین کنند. فکر میکنم تلاش های زیاد باید در این راستا تقویت نیروهای افغان صورت گیرد. چرا شما از توانایی های نیروهای ارتش و پلیس افغان نگران هستید؟ برای این که فکر میکنم در 11 سال اخیر، شاید هم در 8 سال اخیر، روند آموزشی و تقویت نیروهای پلیس و ارتش افغانستان معلوم مشخص نبوده است و تنها در این اواخر تلاش های زیاد به این بخش متمرکز شده است. اما برای ساختن یک نیروی قوی ارتش و پلیس شما به وقت زیاد نیاز دارید و در ارتش باید افسران خوبی آموزش ببینند که آنان به آموزش‌های درست در آکادمی نظامی ضرورت دارند و تجربه در میدان نبرد داشته باشند، زیرا ارتش این گونه ساخته می‌شوند. پس به نظر من فکر می‌کنم تلاش‌های در این راستا باید برای دوره پس از 2014 نیز ادامه یابد و روسیه این کار را می‌کند. ما پلیس افغانستان را آموزش می‌دهیم و آنان را تجهیز می‌کنیم و آماده ادامه این کمک به دوستان افغانستان خود هستیم. Are ready to go on with this assistance to our Afghan friends. But this is what NATO is promising too. اما ناتو هم وعده‌ای به این کار داده است که آنان ماموریتی آموزشی ناتو را در اینجا نگه می‌دارد تا مطمئن شود که نیروهای افغان آموزش می‌بینند و ظرفیت‌هایشان بلند برده می‌شود. آیا این کار به نگرانی شما پاسخگو نیست؟ Well, I hope so that after 2014 these efforts continue. خب، من امیدوارم که این گونه باشد و این تلاش ها پس از سال 2014 ادامه یابند، زیرا ارتش و پلیس افغان آنان را نیاز دارند. اگر این گونه باشد، پس فکر می کنم افغانستان مسئولتر خواهد بود و دچار مشکلات جدی پس از سال 2014 نخواهند شد. بدون شک در کنار آموزش نیروهای ارتش و پلیس، کمک و تجهیزات آنها با جنگ افزارهای مورد نیاز بسیار مهم است. All necessary things beyond 2014.
برای حضور درازمدت در افغانستان، ایالات متحده آمریکا روی یک موافقتنامه دوجانبه امنیتی با افغانستان مذاکره می‌کند که بخشی از موافقتنامه بحث روی چند پایگاه نیروهای آمریکایی در خاک افغانستان برای پس از سال 2014 است. دیدگاه شما در رابطه با این موافقتنامه امنیتی چگونه است و آیا این موافقتنامه را تضمینی برای افغانستان امن‌تر می‌بینید؟ Well, first of all, this is going to be another agreement between two sovereign countries. And نخست از همه این یک موافقتنامه دیگر بین دو کشور مستقل خواهد بود. آنان حق داشتن این گونه موافقتنامه را دارند. اما این که این موافقتنامه حاوی چی است، من آن را نمی‌دانم. و از آنجایی که من می‌دانم، گفتگوها ادامه دارد و در مراحل نخستین قرار دارند. اما اگر شما از من بپرسید که امکان پایگاه‌های درازمدت نظامی را چگونه می‌بینید، نظر ما منفی است. زیرا این گونه پایگاه‌های درازمدت نظامی تنها روسیه را نگران نمی‌سازد، بل نگرانی همسایه‌های افغانستان و دیگر کشورهای منطقه را نیز به دنبال خواهد داشت. زیرا هیچ کس پایگاه‌های درازمدت نظامی را در نزدیکی خاکشان نمی‌خواهند. آقای سفیر، در یک بخش شما گفتید که خروج ایساف در سال 2014 پیش از وقت است و از سوی دیگر شما می‌گویید که حضور درازمدت نیروهای خارجی به ویژه ایالات متحده آمریکا در تضاد با منافع شما است. این تناقض در دیدگاه نیست؟ زیرا آنان گفتند که این حضور درازمدت برای مبارزه با تروریسم و شورشگری است که مسکو همچنین را می‌خواهد. تلاش می‌کنم این را شرح دهم. حضور کنونی نیروهای خارجی در چارچوب دستورالعمل شورای امنیت سازمان ملل که روسیه از آن حمایت کرده است و زمانی که من می‌گویم خروج پیش از وقت خواهد بود، هدفم این است که این دستورالعمل عملی نمی‌شود و انتظار داریم که ایساف و ناتو به شورای امنیت سازمان ملل متحد بیایند و در رابطه با کارکردهایشان در افغانستان به این شورا گزارش دهند. فکر میکنید که این دستورالعمل تا چه حد عملی شده؟ 50%، 70% یا کمتر و بیشتر؟ ارائه درصدی تکمیل کار دشوار خواهد بود، اما ما همه میدانیم، میبینیم و شاهدان هستیم که تهدید تروریسم همچنان در اینجا پابرجاست. ما هر روز از حملات انتحاری، بمب‌های کنار جاده‌ای و حملات تروریستی می‌شنویم که بدون شک کار به پایان نرسیده است. در پیوند به حضور آینده این نیروها، آموزش نیروهای افغان روسیه نه تنها در بخش آموزش ارتش و پلیس همکاری می‌کند، بل در بخش خدمات ملکی نیز کمک خواهد کرد. من در رابطه با آموزش نیروهای افغانستان در داخل کشور حرف نمی‌زنم، بل ما رقم دانش آموزان افغان را در بخش نظامی و غیر نظامی در روسیه بلند می‌بریم. اگر در رابطه با پایگاه‌های نظامی حرف بزنیم، پس ما می‌خواهیم هدف داشتن حضور درازمدت نظامی را بدانیم. ما از همکاران آمریکایی خود می‌خواهیم تا با ما علت حضور درازمدتشان را به ما شرح دهند. پرسش‌های اصلی شما در رابطه با پایگاه‌های نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 در اینجا چی هست؟ تا اکنون ما هدف این پایگاه‌ها را درک نکرده‌ایم. اگر حضور درازمدت نیروهای نظامی آمریکا بحث میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا است، ما می‌خواهیم آن شفاف باشد که این پایگاه‌ها برای چه خواهند بود و چه اهدافی را دنبال می‌کنند. اگر این پایگاه‌ها برای مبارزه با تروریسم است، پس چرا ایساف از این کشور خارج می‌شود؟ برای من واقع بینانه به نظر نمی‌رسد که اگر این جنگ در برابر تروریسم را می‌توان با چند هزار سرباز به پیروزی رساند، در حالی که با 100,000 سرباز نمی‌شود پیروز شد. ما پرسش‌هایی داریم که نیاز به پاسخ دارند. So these we have questions that need to be answered. And what would be the reaction? در صورتی که دولت افغانستان با دولت ایالات متحده آمریکا تا حدود یک سال دیگر به موافقت برسند که یک رقمی از نیروهای آمریکایی در چند پایگاه نظامی در افغانستان برای پس از سال 2014 مستقر خواهند بود، واکنش مسکو چگونه خواهد بود؟ خوب، نخست بگذارید آنان به این موافقت برسند.
زیرا فکر نمی کنم که به این زودی ها آنان به این موافقت برسند. شما نگرانی خود را به دولت افغانستان نیز ابراز کرده اید؟ البته. که شامل چه نکاتی می شود؟ ما امید داریم که نگرانی ما مورد توجه قرار بگیرد. اگر بحث را روی نکته دیگر متمرکز کنیم، البته رابطه افغانستان با پاکستان مسئله مهمی است. روسیه در این اواخر رابطه اش را با پاکستان نزدیک تر ساخته است. پرسش اینجاست که نزدیکی روابط مسکو و اسلام آباد روی وضعیت افغانستان چه تأثیری دارد؟ I think that closer relations among the regional countries will help to فکر می کنم روابط نزدیک میان کشورها در منطقه به حل مسئله افغانستان در میان مسائل دیگر کمک می کند، زیرا ما مطمئن هستیم که تنها تلاش های منطقه‌ای منجر به تقویت صلح و امنیت و توسعه افغانستان و توسعه اقتصادی در منطقه می شود. فکر می کنم توسعه اقتصادی برای برگشت ثبات در افغانستان نقش مهم دارد. اگر یک راه حل اقتصادی را دنبال کنیم، دسترسی به ثبات نیز کار ساده‌ای خواهد بود. بله، روسیه می خواهد روابطش را با اسلام آباد و تمامی کشورهای منطقه از طریق روابط دو جانبه و روابط چند جانبه مثل سازمان همکاری های شانگهای نزدیکتر سازد. شما در مورد همکاری های منطقه در افغانستان تا دو سال دیگر حرف زدید و در این حال گفته هایی وجود دارد که ایسف خلای را در افغانستان به جا می گذارد. آیا فکر می کنید که منطقه می تواند این خلا را پر کند؟ می توانم تنها در رابطه با روسیه حرف بزنم. در رابطه با حضور نظامی پاسخ به گونه قطعی منفی است، زیرا روسیه قطعنامه قوی را داشت که هرگز سربازانش را به افغانستان نفرستد. اگر در رابطه به همکاری های اقتصادی حرف میزنیم، بله، این چیزی است که ما میخواهیم آن را رشد دهیم و این کار را ما در رابطه دو جانبه خود انجام میدهیم. ما از هر گونه پروژه های چند کشوری در افغانستان استقبال میکنیم. آیا فکر میکنید که این ظرفیت و توانمندی اقتصادی در منطقه وجود دارد؟ البته که وجود دارد. تنها کاری که باید کرد جهت دادن همکاری های منطقه ای است. دولت افغانستان رابطه اش را چگونه می تواند میان بازیگران و کشورهای منطقه و غرب پس سال 2014 متوازن سازد؟ رئیس جمهور کرزی اخیراً گفت که سیاست خارجی کشورش در سال 2014 تغییر بزرگ را شاهد خواهد بود. شما موقعیت روسیه را تا دو سال دیگر چگونه می بینید؟ مدیریت سیاست خارجی حق یک کشور مستقل است. روسیه جایگاهش را به مرور زمان قوی‌تر می‌یابد. من همیشه با پرسش‌های در رابطه با حضور کمرنگ روسیه در 10 سال اخیر روبرو می‌شوم و پاسخ این است که در 10 سال اخیر افغانستان بدبختانه بیشتر درگیر جنگ بوده است و روسیه در این جنگ جایی برایش ندارد. اما حالا که مردم به آینده می‌نگرند و به توسعه صلح‌آمیز می‌بینند، ما آماده کمک بیشتر به افغانستان هستیم. اگر به پرسش پاکستان دوباره برگردیم، برخی از کشورها به شمول شماری از کشورهای غربی میگویند که سیاست پاکستان در قبال افغانستان در 1 سال اخیر و ویژه در 6 ماه اخیر تغییر کرده است و روابط کابل اسلام آباد تقویت شده است. با عنوان سفیر کشوری که در پی تقویت روابطش با اسلام آباد است، آیا فکر می کنید که سیاست پاکستان در مورد افغانستان تغییر کرده است؟ its strategy towards Afghanistan or see things in Kabul differently? That would be my big hope because two neighborly and brotherly countries like Afghanistan and Pakistan
این امید بزرگ من خواهد بود که زیرا دو کشور همسایه و برادر افغانستان و پاکستان باید برای نزدیک شدن به یک دیگر راه حل دریابند. آنها نمی توانند که به جای دیگر بروند، مثل که برخی از کشورهای دوست افغانستان اینجا را ترک می کنند. اما افغانستان و پاکستان برای همیشه با هم خواهند بود. پاکستان یکی از بازیگران مهم منطقه است و از همین رو ما کابل و اسلام آباد را به روابط بهتر تشویق می‌کنیم. آیا شما شاهد تغییری بوده اید که باور کنید پاکستان بخشی از راه حل است؟ من باور دارم که این به مسیر درستی در حرکت است. To one of the last topics on this interview, Mr. Ambassador, I would like to talk about the یکی از نکات اخیری را که می‌خواهم در این گفتگو با شما مطرح کنم، آقای سفیر، تهدیدات بزرگی است که افغانستان تا اکنون به روسیه متوجه می‌سازد. و یکی از این تهدیدها مواد مخدر است. در این سال ما شاهد رشد 18% در کشت مواد مخدر بوده‌ایم. نگرانی شما چقدر جدی است و برای کاهش تولید مواد مخدر چه همکاری‌هایی با دولت افغانستان دارید؟ Drugs and terrorism are really two threats that come from Afghanistan to us. مواد مخدر و تروریسم دو تهدیدی است که از سوی افغانستان متوجه روسیه است. زیرا از هیروئین افغانستان آسیب جدی می‌بینیم. هر سال حدود 30,000 شهروند روسیه از اثر استفاده از هیروئین افغانستان جانهایشان را از دست می‌دهند. البته ما خیلی نگران هستیم. ما فکر می‌کنیم که تروریسم و مواد مخدر دو مشکل نیستند، بلکه یک مشکل به هم پیوسته است. زیرا آنان یک جا در یک مسیر حرکت می‌کنند و یک دیگر را تغذیه می کنند و یک دیگر را حمایت می کنند. پس نمی شود با تروریسم جنگید و از مبارزه با مواد مخدر چشم پوشی کرد. ما در مبارزه با مواد مخدر با دولت افغانستان همکاری های خیلی نزدیک داریم و این مبارزه با کشورهای دیگر نیز در هماهنگی است. افغانستان نمی تواند به تنهایی گذاشته شود. این مشکل مشترک ما است. ما تلاش های نهایی خود را در کمک دولت افغانستان انجام می دهیم تا با مواد مخدر مبارزه کنیم. اما بدبختانه ما نمی توانیم که نتیجه خوبی بر نمایش بگذاریم و این ما را نگران می سازد. شما از افزایش 18% یاد کردید که افزایش در کشت است که می تواند در تولید نیز نقش داشته باشد. زیرا اگر زمین بیشتر مواد مخدر کاشته شود، مواد مخدر بیشتر تولید می شود و این مشکل جدیتر خواهد بود و ما باید تلاش های دو جانبه و چند جانبه خود را بیشتر سازیم. ما با ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و البته با متحدان ما در آسیای میانه از راه پیمان امنیتی گروهی همکاری می کنیم. ما عملیات های مشترک مبارزه با مواد مخدر با همکاران خود در کشورهای آسیای میانه داریم و افزایش تلاش‌ها و مبارزه با مواد مخدر در دستور کار هر روز ما است. یکی از پرسش‌های اخیر من، آقای سفیر، حالا ما در رابطه با پایان مأموریت آیسف و حضور بیش از 10 سال غرب حرف می‌زنیم. برخی‌ها در افغانستان این دوره را با دوره اتحاد شوروی سابق مقایسه می کنند. مقایسه شما از این دو دوره حضور نظامی خارجی در تاریخ معاصر افغانستان چگونه است؟ Well, war is bad. Whoever is here. خب جنگ بد است، هر کسی که باشد، اما اتحاد شوروی در بخش توسعه اقتصادی این کشور میراث بزرگی را به جا گذاشته است. شامل فابریکه ها، جاده ها، پروژه های زراعتی، نه پروژه های کوچک مثل یک مکتب در اینجا و یک شفاخانه در جای دیگر و یک هم جاده به یک روستا، بل پروژه هایی که ستون فقرات اقتصادی افغانستان بود. بدبختانه در 10 یا 11 سال اخیر من حتی یک پروژه بزرگ زیربنایی را ندیدم که عملی شده باشد. این تفاوت بزرگ میان این دو دوره است. اما ما امیدواریم که بر علاوه آن میراث ها کارهای بیشتری بکنیم تا افغانستان اقتصاد کارا داشته باشد. ما این کار را آغاز کردیم
به گونه نمونه ما پروژه مشترک افغانستان روسیه را برای بازسازی کارخانه های کابل از سر گرفتیم و ما امیدواریم که به زودی بتوانیم به ساختن آپارتمان ها آغاز کنیم، مثل ساختمان های مکرویان که از محبوبیت میان افغان ها برخوردار است. این یکی از کارهایی است که ما می خواهیم به ادامه دوره ای که شما از آن یاد کرده اید ادامه دهیم. This is one example of how we can build upon what was left from the period you mentioned. اما می خواهم اضافه کنم که اتحاد شوروی یک دولت خیلی شکننده را نیز پشت سر گذاشت که به کمک های خارجی وابسته بود و پس از مدتی آن رژیم برای اینکه کمک ها قطع شده بود فرو پاشید. فکر می کنید پس از خروج ناتو با چنین وضعیتی روبرو خواهیم شد؟ That's what we must avoid altogether. International community and the Afghan government. چون این وضعیت را باید با هم جلوگیری کنیم. جامعه جهانی و دولت افغانستان از همین رو ادامه کمک ها خیلی مهم است. مهمتر از همه کمک در بخش توسعه اقتصادی در افغانستان است، زیرا بدون آن کشور نمیتواند بقا داشته باشد. باید اقتصاد کارا داشته باشد تا روی آن ایستادگی کند. بدون شک ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی خیلی مهم است. اما اگر پول برای تجهیز کمک و پرداخت آنها نداشته باشید، با مشکل دچار می شوید. شما به کمک های خارجی وابسته خواهید بود. این کمک های خارجی بیش از همه باید از طریق دولت افغانستان به مصرف رسد و تا افغانستان را به زودترین فرصت کمک کند تا روی پایش بیستد. Economic development to allow Afghanistan as soon as possible to stand on its own feet. My last question. You talked about. با عنوان پرسش اخیر، شما در رابطه با حضور پررنگ کشورتان از این به بعد صحبت کردید. این سفارت حدود بیش از دو دهه پیش محل مصروفی بود. فکر می کنید این نمایندگی شما دوباره پررنگتر و مصروفتر خواهد شد؟ Do you think that it would be again a busier embassy? It is getting busier and. این سفارت مصروفتر می شود. می توانم مثال برای شما بگویم که تنها مرکز فرهنگی روسیه در نزدیکی ما است. هفته گذشته با شهردار کابل ما سنگ تهداب مرکز تازه فرهنگی روسیه را گذاشتیم و از آنجایی که در رابطه با 2014 حرف می زنیم، امید داریم دروازه این مرکز در سپتامبر سال 2014 میلادی بروی مردم باز شود. آقای سفیر اوتیسیان، تشکر از وقت شما. از صحبت با شما خیلی خرسند شدم. خرسندم که با من بودید. باز هم خوش آمدید. میمانان ما در این بحث آقایان ادریس رحمانی، پژوهشگر مقطع دکترا در آمریکا و اسدالله سعادتی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان هستند. میمان عزیز، بسیار خوش آمدید. آقای سعادتی، با شما آغاز میکنیم. چرا روسیه نگران خروج نیروهای خارجی از افغانستان است؟ الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مهمان عزیز و شنوندگان محترم تلویزیون. ببینین، در زمان حکومت طالبان، یکی از کشورها یا تنها کشوری که خودش هم البته از طرف کشورهای دنیا به رسمیت شناخته نشده بود، چچن را و اصلا جنگ هایی که در اونجا اتفاق می افتاد یا شورشگران چچن را مورد حمایت قرار می داد و می خواست چچن را به عنوان یک کشور رسمیت بشناسد. این یک نقطه. نقطه دوم است که روسا می فهمه که اگر افغانستان یک بار دیگر مرکز فعالیت تروریست و بنیادگرایی شود و اگر این پروژه ناتمام باقی بمانه و نیروهای بین‌المللی مرقم که خودی سفیر توضیح داد که مبنای حضورش در اینجا فیصله شورای امنیت و همچنان فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد هست، اینا برن، این خطر وجود داره. منافع ملی روسیه را به خصوص از مرزهای جنوبیش تهدید میکنه. یعنی شما موافق حرفشون هستین که گفتن که دلش ایست که ماموریت ناتمام مانده؟ اگر ماموریت ناتمام مانده، پس واقعا تصور میشه که پس از اینکه نیروها حضور داشته باشه میتونه امنیت افغانستان را تامین کنه؟ در اصل روسیه نگران
است که افغانستان بار دیگر مرکزی برای فعالیت توریستان شد. بار دیگر افغانستان محل یک نزایی که در یک طرفش بنیادگراها قرار داره که باز خود روسیه و آسیای میانه و کشورهای مشترک المنافع هم به نحوی تهدید میکنه، دوباره افغانستان به یک همچو وضعیتی برنگرده. آیا واقعا موافقی حرفشون هستین که ماموریت ناتمام مانده و این خاطر اینا انتقاد میکنن که زود هنگام از افغانستان نیروهای خارجی خارج نشن؟ بله، یقینا همه میفهمیم که ماموریت ناتمام است. وقتی میفهمیم که گراف امنیتی متاسفانه روز به روز پایین می آید و طالبا روز به روز از لحاظ روحیه و مورال قدرت بیشتر می گیره، وقتی می فهمیم که عزم دولت افغانستان در قبال طالبا و سرکوب طالبا کمتر می شه، می فهمیم که این روند ناتمام است و این روند تمام نمی شه مگر اینکه پروسه تمام نمی شه، مگر اینکه جامعه بین المللی و بخصوص کسایی که بعد از 2001 پروسه را آغاز کردن در اینجا مسئولانه برخورد بکنه و به هر حال در بعد نظامیش حضور داشت. این یک اجازه بدین که یک تفاوت دیدگاهی که در میان مقامات روسیه وجود داره براتون اشاره کنم. از یک طرف شخص سفیر روسیه هم در کابل اشاره کردن که ماموریت ناتمام مانده، به این خاطر نگران خروج زود هنگام نیروهای خارجی از افغانستان هستند. از جانب دیگه حضور دراز مدت یا روز یا حضور نیروهای آمریکایی را و ایجاد پایگاهشان را در افغانستان نقد میکنه. حالا نقطه این تفاوت اینجاست. در کجا است؟ بله، نقطه در اینجاست. ببینید دو تا دلیل عمده وجود داره. دلیل اول این است که خودشان هم توضیح داد، فعلا حضور نیروهای ایسف و حضور نیروهای بین‌المللی مبنایش فیصله شورای امنیت ملل متحد است. اما در عین حال هم گفتن که دو کشور که مستقل هستن میتونن موافقت نامه بستن. بله، میخوایم این را توضیح بدم چون بحث بسیار مهمی است. مبنایش اون است و مبنایش فصل هفتمش منشور سازمان ملل متحد است، چیزی را که هم روسیه خودش عضو سازمان ملل متحد است، هم خودش جزء اعضای دائم شورای امنیت ملل متحد است. به این اساس حضور این نیروها در افغانستان هم از لحاظ مبنا و مشروعیت و هم از لحاظ اهداف کاملا متفاوت است با حضور آمریکا اگر قرار شود، البته برای روسیه اگر قرار شود بعد از پیمان بمانه. این یک نقطه. نقطه دومی که تناقض نما نشان می‌دهد که چرا از یک طرف شوروی و چه روسیه خواهان است که نیروهای بین‌المللی بیرون نبرایه و از طرف دیگه میگه که ما نیروهای حضوری درازمدت نیروهای آمریکایی رو نمیپذیریم. این نقطه در اینجاست که اینجا ایره به روشنی بیان نکرد آقای سفیر و دیپلماتیک برخورد کرد، در اینجا پای منافع مطرح است. منافع روسیه، منافع ملی روسیه و همسایگان روسیه و کشورهای مشترک المنافعی که در روسیه هست ایجاب میکنه که مأموریت ایساف و مأموریت نیروهای بین‌المللی تمام شود. این اگر فکر میکنین که اینجا بحث منافع روسیه است، اگر این نیروها از افغانستان به صورت زود هنگام به برداشت روسیه خارج میشه، از لحاظ امنیتی منافع روسیه در خطر میفته. بله. اما در حضور از اینا هم که منافع خود را در خطر میبینن، پس هدف فرق میکنه. هدف فرق میکنه. وقتی آمریکایی‌ها در اینجا حضور میداشته باشه، البته از دید روسیه میخوایم تحلیل بکنم، حالا در چارچوب ناتو بله. فکر نمیکنین که آمریکا حضور داره؟ هدف متفاوت است. بحث سر هدف است. اینجا یعنی شما موافق نیستین که زمانی که آمریکا اینجا ماموریت خود را پس از سال 2014 ادامه میده، هدفی را که روی کاغذ نوشته دنبال نمیکنه، مبارزه با توریسم؟ ببینین بله، ظاهر قضیه چنین است. حالا شما فکر میکنین که منشای اصلی بله. نگرانی هم که از جانب روسیه مطرح میشه اینجاست؟ این یک نقطه مهم است، اجازه بدین توضیح بدیم. ببینین وقتی آمریکایی‌ها بر اساس پیمان استراتژیک یا پیمان دفاعی امنیتی به عنوان یک کشور مستقل با یک کشور مستقل دیگر به موافقه میرسه که نیروهایش در اینجا حضور داشته باشه، در پایگاه های مشخصی حضور داشته باشه، این پایگاه های مشخص اگرچه تحت چتر و زیر عنوان مبارزه با توریسم و ثبات افغانستان خواهد بود، اما در اصل آنچه که یه حضور متفاوت میسازه با حضور آیسافانه راه بین المللی کنونی این است که اینا بیشتر در او صورت به دنبال اهداف اطلاعاتی خودشان در منطقه خواهد بود و به دنبال تسلط آمریکا به یک نحوی
بر مسائل منطقه و فکر نمی‌کنید که در چارچوب ناتو هم بیشترین سرباز را آمریکا در افغانستان داره؟ اگر این کار را انجام میده، خب در طول از این مدت هم انجام داد. ظاهرا بسیار متفاوت نیست، در ظاهر بسیار متفاوت نیست، ولی در اصل متفاوت است. اما چطور در این زمان روسیه انتقاد نمی‌کنه اما چون در مورد حضور یک جانبه آمریکا من توضیح دادم که منشأ متفاوت است. او زمان شورای امنیت ملل متحد، سازمان ملل به عنوان یک نهاد مشروع بین‌المللی تجویز کرده بود که اینجا بیاید. اینجا خود آمریکا برای دریافت منافع خود و برای حمایت از منافع خود و برای حفاظت از منافع خود و با اختیار خود میاد در منطقه بیاید. با به نظر شما بر روسیه مجوز شورای امنیت به خاطر حضور آمریکا در افغانستان بیشتر اهمیت داره یا کار را که انجام میتن مبارزه با توریسم؟ شما اشاره کردین که در هر دویش منافع روسیه است. دو تا مسئله است، بحث همگرایی منافع و بحث تضاد منافع. در برخی از موارد بین منافع آمریکا و روسیه همگرایی منافع وجود داره، از جمله در رابطه با مبارزه با تروریسم، محو بنیادگرایی و ایجاد ثبات در افغانستان و یک نحوی اینجا همگرایی است. تضاد منافع در این است که به هر حال آمریکا رقیب سنتی و دیرین روسیه است و آمریکا به دنبال تسلط به نحوی در جهان هست و میخواهد که به عنوان یک کشوری باشه که به لحاظ قدرت نظامی و اطلاعاتی برتر باشه. در اینجا باز این حضور را به نحوی، اگر در این طرف بنیادگرایی را تهدید برای منافع خود میبینه و اینا توجه دارن که باید از آن طرف دیوار هم نیفته، در آن طرف باز تصور میکنن که حضور دراز مدت یا حضور دائمی نیروهای نظامی آمریکا و داشتن پایگاه‌های استراتژیک نظامی در همسایگی به یک نحوی همسایگی روسیه میتونه به نحوی باز هم از آن طرف امنیت ملی و منافع ملی روسیه را به طور بالقوه تهدید بکنه. بسیار تشکر. یکی از نگرانی هایی را که سفیر روسیه مطرح کردند در کابل گفتند که به خاطر ازی خروج نیروهای خارجی زود هنگام است که ماموریتشان ناتمام مانده. آیا موافق هستین که واقعا ماموریت ناتمام مانده؟ آقای سعادت فکر میکنند که بله دقیقا. سوال خوب است. ببینید ما اگر ایواز همکار شما در مصاحبه میبینم از سفیر روسیه پرسان میکردم که تمام شدن ماموریت در چی میبینید؟ بسیار یک مسئله یک چیز مهم بود که از نظر روس‌ها ماموریت چی است، از نظر از نقطه تمامش یا خطوطی که تمام نشان میده کدام است. به احتمال اغلب اونا شاید یک دید دیگه متفاوت داشته باشن نسبت به دیدی که افغان‌ها دارن، نسبت به دیدی که آمریکایی‌ها دارن. هر کشور از نظر خودش به شکلی رو مطرح میکنن. تا جایی که عمومیات صحبت شده طرف سعی میکنن بزنین پیش از اینکه اول بریم سر صحبتشون نگاه بر همه گوش زد کنیم که معمولا شما از دیپلمات ها وقت سخن میزنن گوش میکنین، آن چی میگوین اونقدر مهم نیست، آن چی را که کم اشاره میکنن کم مهمتر است و بسیار مهم است چیزی که نمیگوین. خصلت دیپلماسی هم هست. اگر تنها بر نکاتی که اشاره کردن سیل کنین، روس ها در افغانستان برای اولین بار شاید در بعد از برآمدن خودشان در سالهای آغاز سالهای 90 برای اولین بار بهترین یک صحنه تئاتر است که سخت دوست دارن ببیننش. جدال ناتو و غربی ها را با اسلامگراهای افراطی یکی از بهترین صحنه هایی است که میخواهند هیچ از دیدنش خسته نمیشن. هر قدر به خاطر که اگر فراموش نکنین فقط قبل از 1990 شما در عین موقفی که امریکایی‌ها و غربی‌ها هستند، در این موقف خودشان بودن. انتخابی را که اونا انجام میتن متوجه امریکا میسازن دقیقا این مسئله است که مبارزه با هراس افغانی آنطوری که مجوز شورای امنیت را به خاطر حضور از نیروهای خارجی در افغانستان داشت اونطور پیش نرفت. امروز هم افغانستان تهدید میشه. بله. اینا فکر میکنن که خب خروج از اینا زود هنگام است. ببینید اجازه بدین تو پلی هم بگذاریم. اول در این که اونا میخوان رو امریکا و ناتو اینجا به قدر کافی بمانند و به قدر کافی درگیر شوند با بعضی از مسائلی که در نبض منطقه در نبض جامعه است، این یکی از گپای که به اصطلاح به گفته عام میخوان ببینن که هر دو طرف هر قدر ضعیف شه و مخشسته.
از نظر بسیار منطقی و منطق عادی سیاسی. اما این که بگن که خب در یک چارچوبات شورای امنیت و یک چیز به شکل باین، منظورشان شورای امنیت و قدر کدام گپ دیگه نیست. حرف اصلی است که وقت شورای امنیت می باشه منعیسی یک کشوری که عضو کلیدی شورای امنیت است، حق هزیره داره که به هر جزء پروگرام بفهمه. چیزی را که احتمالا اونا اشاره می کردن در گفته هایشان و تا یک جای کمک روشنتر هم گفتن، گفتن می خواهیم بفهمیم به شکل روشن هم از دولت افغانستان و از امریکا که هدف از این بیس ها چیست. بنان حرف شورای امنیت قمایم نیست، به احتمال اغلب بدون منظوری شورای امنیت روس ها می توانند به نتیجه برسن همراه امریکا. منتها چیزی که می خواهیم که شما در این بیس ها چه نوع سلاح را میرین، چه نوع امکانات میگذارین، چه نوع تهدیدها را ایجاد میکنه و بعد از اون محاسبه خود میکنن که خب اگر مثلا شما اینجا تیاره های بسیار پیشرفته ای که بام های اتمی رو میبره اگه اینا رو میرین و احتمالا به دیگه منظور نسبت به ای که شما اینجا اگر نیروهای ویژه تا نگاه میکنین که عملیات شبانگاه. یکی از نگرانی هایی را که مطرح کردن در مورد حضور آمریکا پس سال 2014 در افغانستان پایگاه است که اینا ایجاد میکنن. فکر میکنین که ایجاد پایگاه و ماموریتشان در افغانستان پس از سال 2014 یعنی هدف ما از آمریکا است واضح نیست؟ ببینین که روسیه اینجا نگران از این مسئله است. بله نگران پایگاه و قدر نیستن، نگران اصلا ماموریت پایگاه خواهد بدن. حالا ماموریت هم به نظر شما واضح نیست؟ آنچه که روی موافقتنامه امنیتی درج شده مبارزه با توریسم مطرح است. بله ولی او در یک اصلا یک اجندای بین‌المللی بیشتر مطرح است. مگر وقت روسیه و آمریکا دو به دو صحبت میکنن بسیار مسائل دیگه مطرح میشه. روسیه منعیسی یک کشوری که چند سبایی نه چندان دور قدرت بزرگ بودک، برای از اینا هنوز توقع دارن که کشورهای بزرگ دنیا هنوز هم منعیسی جانشین یک قدرت بزرگ برشان احترام بگذارن و موقف تا حدود بتنشان. ایره انگلیس ها هم دارن، ایتا ایرانی ها دارن، هر کشوری که یک در یک زمان ایتالوی ها قدرت بزرگ بدن امروز انتظار دارن که دنیا بر از اونها یک بسلا یک موقف از نظر اخلاقی برشان مطرح باشد. روس ها نه تنها که گپ می خواهند، بنان میگن چون در همسایگی ماست از با ما باید مشوره شود، از ما باید نظر گرفته شود، در مشوره با ما کار شود. این گپ یک گپ بسیار عمده شان نویست. گپ دومشان که بسیار زیاد از اینکه عمده تر است ولی او رو من می خواهم بگم چیزی است که هیچ جربه است هیچ مطرح نشد امرایشان، مسئله ایران است. مسئله خاورمیانه در مجموع است ولی مسئله ایران بسیار زیاد. روس ها اوقدر زیاد نگران پایگاه های نظامی در افغانستان از امریکایی ها خصوصا اگر بتونه تنها مهار کنه فوند افراطیگری اسلامی را هیچ مشکل نداره. بنان کاری را که میگن احتمالا ما در آینده بکنیم شما قدر هستیم. اگر روس ها نگران این نکات است که شما اشاره کردین در مورد حضور درازمدت آمریکا در افغانستان، چرا در طول 10 سال یا 11 سال گذشته این نگرانی ها را نداشتند؟ خب اگر ناتو هم در افغانستان حضور داشت در رأسش آمریکا بود، بیشترین عسکر آمریکا در افغانستان داشت. نه ما موقف که ما میخوایم براتون بگم که نه تنها در 10 سال گذشته اوقدر زیاد تشویش نداشتند، از این به بعد هم احتمالا تشویش اوقدر که میگن نخود داشتند. تشویش از اینا کمک از سالهای اول تا حال بیشتر به خاطر یک مسئله شده است. ببینین غربی نمیکنه زمانی که سفیر روسیه در کابل میگن که اگر حضور آمریکا به خاطر مبارزه با هراس افغانی پس از سال 2014 است و عساکرشان حفظ میشه و پایگاه ایجاد میکنن، چرا ایساف خارج میشه؟ مرا اجازه بدهید تشریح کنم. معمولا صحبت حرفی که اول گفتم چه مسئله مونده است، معمولا زبان دیپلماسی رو باید یک کم بتکنین تا که حرفای اصلی ازش بره. یک تعداد مسائل منعیس به صلاح همو ادبیات گفتگو در این مسائل همیشه در دیپلماسی مطرح میشه ولی هر دو طرف میدانن که از این هدفشان خیلی گپ مونده نیست. بگذاریم عمده ترین هدف های روسیه را یک دفعه روی میز بگذاریم بازو ببینیم که چقدر جواب اصلی سوال شما را میکشیم ازش. روس ها دو مشکل بزرگ در غرب با غربی ها دارن در تمام دنیا. اول اگر از عمومیات سیل کنیم، مشکل اولشان در تعیین ماموریت ناتو بعد از جنگ سر ختم جنگ سرد است. یکی از بزرگ مسائل استشون است. میخواین از غربی ها بفهم میشنون، میخواین در عمل بفهمن که غربی ها هنوزم انتظار دارن ناتو منعیسی یک تهدید برای روس و قدرت روس ماموریت داده میشه یا یکی کدام ماموریت جدید داره. یک مسئله.
حالا در طول از این مدت به نظر شما این ماموریت چگونه پیش رفته؟ خب آیا خلاف کشور روسیه بوده؟ ببینید در گذشته 10 سال یک گفت بسیار جالبه که روس‌ها را کمک ورخطا ساختی بود که در افغانستان نیروهای امنیتی تحت نام آیساف در شورای امنیت قرارداد شده آمدن، اما بدون مشوره شورای امنیت ای تبدیل شد به اصطلاح بزده شد برای ناتو. ناتو یک ارگانی است که روس‌ها یک عمر امروش جنگیدن. خب یک مسئله، اجازه بدید مسئله دوم بگم. مسئله دوم چیزی که روس‌ها را سخت متاثر می‌سازه است که روسیه فعلی تمام عاید ملیش از فروش انرژی است. تعیین قیمت انرژی در دنیا اگر به دست یک کشور بفته، خصوصا به دست غرب بفته، بنان مانایش است که ای که فردا در جیب روسیه چقدر پول میباشه ای را غربیا تعیین میکنن. ای بسیار زیاد برشان نگران کننده است، به خاطر روس‌ها آنچه میخواهند در 50-100 سال آینده ای است که بر بگردن به موقف قبلی خود. به شکل طبیعی هر قدرتی که از پا بفته میره میخواد که پس به پا استاچا. به خاطر از او پول کار دارن و اقتصاد کار دارن و بر دفتن اقتصاد کارای به دست ندارن. دو چیزشان به فروش است، انرژیشان و سلاحشان. و غربی ها تا آنجایی که اینا در خاور میامنه میبینن و در نقاط دنیا میبینن، پیوسته اینا را مارکتشان محدود کرده میره. آخرین چیزی که در منطقه مانده ایران است که به گپ امریکا یا در همکاری یا همنوایی با امریکا مقدار نفت خود و انرژی خود در بازار نمیکشن. بنان مارکت تحت کنترل غربی ها نیست. اینا اگر آمدن امریکایی ها در افغانستان با این منظور باشه که در یک تغییر رژیم در ایران دمروی است، باز اینا بسیار خطا هستند. به خاطر تغییر رژیم در ایران خصوصا به شکل که سرازیر شده به طرف غرب، بزرگترین به اصطلاح خواب وحشتناک است که روسان هم میخوان ببینن. ببین به این نکته اختلافی که در دیدگاه مقامات روسی وجود داره اشاره کنین که از یک طرف نگران حضور درازمدت آمریکا در افغانستان هستن، از جانب دیگر نگران خروج نیروهای خارجی از افغانستان. میخوام امیر تصحیح کنم، من میگم نگران درازمدتشان نیستن، نگران شیوه بودنشان یا ماموریتشان هستن. حالا الان که شما اشاره میکنین اینا نگرانی دارن ایجاد پایگاه، حفظ نیروهایشان، حتی میگن که 100,000 نیرو که نتونه سراس افغانی را در افغانستان از بین ببره، چطور هزار یا چند هزار میتونه از بین ببره؟ کی سوال احتمال به احتمال اغلب اگر دقیق طرف سعی کنین میگن که معلومات بیشتر میخواییم که استراتژی جدید جنگی تان با ایراس افغانی و خب ایراس افغانی یک نام به بسیار بازاری دیپلماتیک شده، ولی حرف از دیشان است که با فوندامنتالیسم اسلامی که منعیس یک نیرو در جنوب خطوط حدود نفوذ قدرت روسیه مطرح است، با اینا اگر شما به شکل جبهی برخورد نمیکنین استراتژی جدیدتان چی است؟ به اون استراتژی کدام امکانات شما ضرورت دارین؟ و اگر اون امکانات هم میارین بر علاوه از این که حراس افغانی را کمک میکنه، چقدر دیگران را تهدید میکنه؟ سوال های بسیار اساسی هست. تشکر. آقای سعادتی، مشخصا اگر اشاره کنین که نگرانی روسیه از حضور درازمدت آمریکا روی موافقتنامه‌ای که امضا میرسه و اینا میتونن که حضور داشته باشن در افغانستان، عساکرشان افس شد، پایگاه داشته باشن در افغانستان، در چی است؟ خب اینا اشاره میکنن که زمانی که 100,000 نیروهای ناتو نتونست در افغانستان به شکل آنچنانی که اینا میخواستن امنیت را تامین کنه، چطور چند هزار عسکر میتونه امنیت را تامین کنه؟ خب از حرفا اینطور معلوم میشه که فکر میکنن که آمریکا اهداف دیگه ای را داره. دو تا موضوع میتونه در اینجا محتمل باشه. موضوع اول این که واقعا فرض را بر این میگیریم که هدف و نظر روسیه است که با بیرون شدن نیروهای بین‌المللی کنونی که مأموریتش رزم و جنگ و یا به هر حال حضورشان با هدف جنگیدن با طالباست و حضور بعدی نیروهای آمریکایی که واضح هدفش جنگ با طالبان است، اونا احساس میکنه که مشکل در افغانستان و در منطقه، مشکل بنیادگرایی باقی میمونه. این یک نگرانی هست. اونا میگه که قضیه نباید به این شکلش دوام پیدا بکنه، یعنی حضور بعدی که بیشتر اطلاعاتی و آموزشی و به منظور تأمین هدف یک کشور است، این حضور فعلا وقتش نیست. باید کسایی که فعلا اینجا هست این نیروها باشه تا این مشکلی که روسیه نگرانش هستی حل شود. یک بحث دومی که هستیست که پوتین بیشتر در صدد به یک نحوی در صدد زنده کردنی به یک نحوی دیگهش در صدد زنده کردنی او سیطره اتحاد جماهیر شوروی در
حداقل در آسیای میانه و کشورهای مشترک المنافع بود و هست. اما از کدام لحاظ؟ از لحاظ بیشتر اقتصادی یا نظامی؟ اگر شما از لحاظ نظامی اشاره میکنین که پاسخ شما را سفیر روسیه داد، گفتن که هرگز در افغانستان بله، اونا گفتن ما در افغانستان سیاست ما سیاست حضور نظامی نیست. راست میگن و در آینده هم نخواهد باشه. ما میخواهیم سیطره سیاسی و حتی سیطره به یک نحوی قدرت نظامی و سیطره اقتصادی را که روس ها میخواهد در حوزه آسیای میانه و کشورهای مشترک المنافع داشته باشه، میخواهیم را حفظ بکنه. حضور آمریکایی ها در افغانستان، تجربه چند سال گذشته با یک نحوی ارتباطات آمریکایی با کشورهای آسیای میانه با تاجیکستان اینا به نحوی روسیه را به هر حال برش توی زن ایجاد میکنه. احساس میکنه که اگر آمریکایی در نزدیکی های مرزهای جنوبیشان حضور و حضور دائمی داشته باشد، پایگاه های نظامیشان باشد، ممکن است در او حوزه‌ای که به هر حال روسها حیات خلوت خودشان تصور میکنند در اونجا بیشتر نفوذ بکنه و به یک نحوی در نتیجه منافع ملی روسیه و حتی امنیت ملی روسیه از این نظر تهدید شد. حالا آنچه را که اشاره کردین برمیگرده به نگرانی کشور روسیه نسبت به حضور آمریکا در افغانستان، اما آنچه که مربوط به افغانستان میشه، زمانی که حضور از این کشورها در افغانستان نگرانی امسهای خود را در بر داره، چطور پس از سال 2014 میتونه رابط متوازن را ایجاد کنه؟ آنچه را که اخیرا رئیس جمهور افغانستان هم برش اشاره کرد، این یک موضوع کاملا قابل فهم است. برمیگرده به نحوه مدیریت افغانستان و برخورد افغانستان با قضایا و مسائل حساس منطقه‌ای و جهانی، چیزی که مورد اتفاق همه است و منافع همه هم اتفاقا اقتضا میکنه، هم اتفاق است هم منافع ملی کشورهای جهان و منطقه اقتضا میکنه، او است که افغانستان دیگر نباید نقطه ای باشه که از اینجا آتش برافروخته شوه که او دودش چشم بعضی ها رو بسوزنه یا شالش هستی بعضی ها رو در نقاط مختلف جهان به خاکستر تبدیل بکنه. این یک تهدید مشترک است. کاملا نگرانی ایجاد کرده بلد. میان کشورهای همسایه افغانستان. حالا مدیریت این رابطه پس از سال 2014 بر افغانستان چطور ممکن است و چطور ایران میتونه مدیریت کنه؟ ممکن است. حالا که از حالا ممکن است. شما شاید نگرانی آمد رست. تهدید مشترکی که همه برای از اون موافق هستن، همه او را تهدید تلقی میکنه. حتی پاکستان فعلا به این نتیجه میرسه که بنیادگرای اسلامی یا اونچه که ایشان فندامنتالیسم اسلامی گفتن میتونه برش خطر باشه. این کمک میکنه برای افغانستان که حضور نیروهای خارجی را حتی پایگاه های آمریکا را در اینجا توجیه بکنه، به خاطر اینکه این خطر رفع شود. این یک نقطه است. اما او رابطه افغانستان چطور میتونه داشته باشه با کشورهای همسایه خود که بله. نگران این هست؟ بله، این برمیگرده به نحوه برخورد و مدیریت افغانستان. افغانستان حالا امین که چطور افغانستان بله. میتونه مدیریت کنه؟ افغانستان میتونه سوال هایی را که معمولا برخی از کشورهای منطقه دارد، از جمله مثلا کشورهای همسایه یا مثلا روسیه، سوال هایی را در ارتباط با حضور نیروهای آمریکا در افغانستان داره، افغانستان میتونه در اینجا به نحو اونا رو مطمئن بسازه و اهداف حضور آمریکا را در آینده در سند دفاعی امنیتی که قرار است بین دو کشور به امضا برسه به گونه بسیار واضح و روشن تبیین بکنه و این اطمینان های حد اقلی را یا حد اکثری را برای کشورهای مانند روسیه که به هر حال نگران این وضعیت هست داده شود که حضور آمریکایی ها در افغانستان تهدیدی برای منافع ملی روسیه و تهدیدی برای امنیت ملی روسیه یا کشورهای پیرامونی نمیتونه باشه. بسیار تشکر آقای رحمانی. دقیقاً همین پرسش از شما هم که افغانستان چطور پس از سال 2014 این نگرانی ها را میتونه رفع کنه یا از اون رابطه متوازنه که حرف میزنه و رئیس جمهور افغانستان حرف میزنه او را میتونه ایجاد کنه، در حالی که از حالا در این موارد نگرانی هایی را دارم سای افغانستان. ببینید، اگر ما بخواهیم منیس یک کشور خیلی کوچک و بیچاره شروع کنیم به مدیریت روابط بین کشورهای بزرگ، چنان گل خوردیم و چنان تاریخ هر بار تکرار خواهد کردیم که شاید بر 50-100 سال دیگه تمام تاریخ 100 سال گذشته خواهد تکرار میکنه. چطور حرف را شما مطرح میکنین؟ رئیس جمهور افغانستان میگن که پس از سال 2014 میخوان دیدگاه مشخص در رابطه با سیاست خارجیشان داشته باشن. ما دیدی که من از رئیس جمهور افغانستان دارم، خب آنچه در میدیا به خاطر به اصطلاح وزن نمودن یا وزن کردن افکار گوشه‌های مختلف میگن، هم علایده حرف و
ولی حدسم نمیتونم بزنم که به این فکر باشن که ما من یک کشور کوچک بتانیم دو کشور امسایی خرد خود مثل پاکستان ایران رو بتانیم مدیریت کنیم، چی رسه به کشور بزرگ. ببینید اجازه بدید چرا بدم. شما از نظر سیاست و قدرت در دنیای سیاست و قدرت یا کودک هستین، بسیار ضعیف هستین، یا دارین در حالت جوانی هستین و در حالت هستین که کم کم از خود دفاع کرده میتونین، یا در حالت بلوغ و سن بزرگ هستین که مکمل نتون از خود دفاع کنین، بر دیگران حالت دفاعی دادن میتونین، کمک دفاعی دادن میتونین. اگر شما در حالت کودکی هستین از نظر قدرت، هیچ حامی ضرورت دارین. کودک نمیتونه بره دبین دو کلان تصمیم بگیره که او ما کم که تو باشم کم که دزی باشم، در اون صورت تکت کمیشه. به خاطر اینکه او وقتی است که نوز حامی ضرورت دارد. کشورهای ضعیف خصلتا همیشه دنبال حامی میگردن. یک بار که شما میرسین در یک حالتی که از نظر قدرت و سیاست کمک در حد بلوغ میرسید. آقای رحمانی، با توجه به یک نکته که اینجا میان دو کشور افغانستان مطرح است، حضور آمریکا در افغانستان است، اگر افغانستان نتونه مدیریت کنه یا نمیتونه به نظر شما این کار را کنه، چقدر اینجا افغانستان است که ضربه میبینه؟ افغانستان سیاست درست برش مدیریت کردن نیست. افغانستان تصمیم باید بگیره که ما با یک نفر حامی استاد میشم و 50 سال دیگه از پای میخیزم. بله، نکته خوب اشاره کردین. در این میان افغانستان چه کاری انجام بده؟ اگر این تنش ها با مذرت این نگرانی از جانب کشورهای همسایه افغانستان وجود داشته باشه، افغانستان چه موقف باید اختیار کنه؟ افغانستان باید تمام لیدرش تاریخ 50 سال خود گذشته خود، 100 سال خود باز کنن، به دقت بخوانن و تمام همسایه خود تمام رفتار سیاسی شون در 100 سال گذشته پیوسته باید هر روز تکرار کنن، ببینن که چی میآموزیم ازش. اگر در تاریخ گذشته ما ذره از دلسوزی یا به اصطلاح دستگیری یا حمایت کشورهای همسایه را بر افغانستان یافتیم، میتونیم یک بار دیگه اعتماد کنیم. اگر نمیافتیم، آزموده را آزمودن خطاست، بار دوم آدم اشتباه را نباید بکنه. باید کوشش کنیم که دنبال یک حامی، در این صورت منظور من ناتوست، منظور من امریکاییش کامی نیست، یک حامی را محکم میگیرین، امرایش استاد میشین، ببینین تاریخ گذشته ما را بخورین، ما پیوسته از اینکه از این حامی به اون حامی سویچ میکنیم تکت که میشیم. به خاطر از اینکه در اون صورت هر دویش قار میشه، هر دویش براتون بد میکنه. در معمولا ما چندین بار دیگه در صحبت های دیگه هم گفتیم، دنیای سیاست دنیای مسابقات فوتبال وارست. شما نمیتونین یک دو دقیقه بازی رو یک گل بزنین، دو دقیقه دیگه گل بزنین، هر دو طرف از میدان میکشیدن، میگه شما نمیفهمین چی بکنین. معمولا موقف خوب چرت میزنین، شامل یک تیم میشین، دونم یک موقف تا آخر استاد میشین، یا میبرین یا میبازین. ولی ما افغانا گفتم یک شاید یک کمی تکلیف از امو سیاست عنعنوی هم یکی از امو بقایای می تکلیف است. نمیدونم که ما نتونستیم که واقعا افغانستان در او زمان های موقعیت داره که بتونم روی او رابطه که در گذشته داشته توجه داشته باشه. امروز فکر نمیکنین که حالات نسبتا فرق میکنه و به اساس سیاست های امروز افغانستان سیاست خارجی خود را تعیین کنه؟ ببینید، مسئله جان نگاه کردن در تمام تاریخ فرق نکرده، هیچ فرق هم نمیکنه. 100 سال 1000 سال دیگه شما به خاطر جان نگاه کردن همیشه تصمیم میگیرید که من در کدام گوشه خود بگیرم جانم حفظ است، ولی پیوسته از یک سو به دیگه سو نمیینه. یک بسیار یک منطق عادی داره. ما به قدر کافی ظرفیت امیل از در کابل داریم و ما تا جایی که میشنم از آن چی تصامیمی که میبینم و از جریان صحبت هایی که میبرای تا حدودی میشنم، ما زیاد مطمئن هستم که افغان ها این نقطه را متوجه شده. شما فکر میکنین که واقعا افغانستان همواره دنبال یک حامی را گرفته میتونه منافع خود را به دست بیاره؟ یکی از مواردی که در سیاست مطرح است ایست که یعنی همیشه منافع از یک جانب تامین نمیشه، به این خاطر است که هر کس سیاستشان در هر زمان تغییر میکنه به خاطر تامین منافع. ببینین، از قضا کمتر میشه، از قضا بهترین دوستتان همو دوستتان است که احساس میکنه که شما واقعا همراهش دوست هستین. اگر شما همراه ما احساس ابراز دوستی میکنین، 5 دقیقه بعد همراه کسی که من راهش دشمن هستم ابراز دوستی میکنین، باز برای ما هم چندان دوست نیستین. یک مثال بسیار ساده، 10 سال پیش پیش روی چشم ما شما است که پاکستان در آغاز جنگ افغانستان در 1979 پاکستان میتونست همین کار را بکنه که بگه ها ما بین روسیه و امریکا منیجمنت میکنم، مدیریت میکنم، تیک تیک میشد و با می یک تصمیم خطرناکشان که گفتن خب روس بزرگ است، شاید مرا بخوره، همسایه ما بس، مگر ما همراه امریکا استاد میشیم. خیر امونی، بسیار تشکر. یک دقیقه فرصت بر شما که یک مقایسه را که سفیر روسیه داشتن با حضوری که اتحاد شوروی داشت و حالا ناتو داشت نو اشاره کردند که در او زمان کارهای زیربنایی خوب بر رشد اقتصاد افغانستان گرفته شد، اما امروز تنها یک کلینیک و یک مکتب ساخته میشه. موافقی مقایسه هستی؟
ببینید ما فکر میکنم دیگه میگن که ما کارهای زیربنایی که منتها تعریف اونها از زیربنا کمک به نظر من اشتباه است. آن چه اونها زیاد زحمت کشیدن ساختارهای فیزیکی بود که درست است زیربنای حساب میشه. آن چه امروز اتفاق افتاده است یک چیز در غرب به نام سوشال کپیتال میگن. امروز سرمایه گذاری بالا انسان های افغانستان زیاد شده است، بسیار مهم است نسبت به سرک باشد. بسیار تشکر آقای سعادتی، یک دقیقه فرصت دارم. من میخواهیم در یک دقیقه دو سه تا نقطه را عرض کنم. اول این که در دنیای امروز روابط به گونه‌ای نیست که مثل دو تا تیم فوتبال الزاماً اگر در اینجا بودی جای دیگه بوده نمیتونی. دوم این که هدف از مدیریت سیاست خارجی دولت افغانستان به معنی مدیریت دو تا کشور ابرقدرت جهان نیست، مدیریت رفتار خودش و نحوه برخورد خودشان با قدرت هاست. و سوم این که این نقطه بسیار مهم است که نیاب رحمانی سبب اشاره داشتن که افغانستان امروز نیاز به یک حامی بزرگ جهانی دارد و باید سیاست خارجی خودش اولویت بندی بکنه. یعنی در نکته اول شما ایره اشاره میکنین آقای سعادتی که سیاست دوست دائمی و دشمن دائمی نمیشه. بالقوه امکان داره که آدم چی شوه، ولی من تأکید میکنم که سیاست اولویت بندی میشه. ما باید بفهمیم که اولویت اول ما حامی اول ما کیست. بسیار تشکر. سپاسگزار هستم از حضورتان در این بحث. و همچنان از شما بیننده عزیز تا برنامه دیگر و فرصت دیگر، شب خوش.